ناسا، آژانس هوافضای آمریکا، در حال بازگشایی صندوق محافظت شده است که سنگ‌های کره ماه از سال 1969 در آن نگهداری شده. هدف از این کار بررسی دقیق این نمونه‌های ارزشمند با تکنولوژی قرن 21 است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فرشته رستگار. صدها کیلوگرم سنگ گردآوری شده سطح ماه که دور از دسترس بازدید کنندگان و مواجهه با محیط در صندوق‌های امن مرکز فضایی جانسون نگهداری شده بود، سرانجام پس از نیم قرن در حال رونمایی هستند. اینا بسیار با ارزش و غیر قابل جایگزینی هستند، مثل اینه که ما را از امروز به گذشته میبرند و دریچه به روی کیهان باز میکنند. 382 کیلوگرم سنگ این مجموعه حاصل پیاده روی 12 فضانوردی است که طی سالهای 1969 تا 1972 روی ماه قدم گذاشتند و دانش جهان را متحول کردند و در مدار دیگری قرار دادند. واقعیت اینه که در سال 1969 توانایی محاسباتی کامپیوترها به اندازه موبایل‌های امروز نبود و اینکه ما با حاصل فعالیت آن روزها توانستیم اطلاعاتی درباره کل منظومه شمسی به دست بیاوریم خارق‌العاده است. 20 ماه ژوئیه، حدود 3 هفته دیگر، 50مین سالگرد فرود انسان و پیاده شدن نیل آرمسترانگ و باز آلدرین بر کره ماه است. آنها خاک ماه را غربال کردند و این سنگ‌ها از همان زمان در خلا و محفظه‌های بدون نور و بی آنکه با جو زمین یا دست انسان تماس داشته باشند، به حالت یخزده در گاز هلیوم نگهداری شدند. ابزارهای امروزی چندین برابر ابزارهای قدیمی دقیق و حساس هستند و تحقیقی که آن روزها به 1 گرم ماده نیاز داشت، امروز با 1 میلی‌گرم هم انجام می‌شود. نمونه ها قرار است پس از بازگشایی به 125 مرکز تحقیقات فضایی فرستاده شوند. فرشته رستگار، صدای آمریکا.